سلام، سراغ یکی از فیلم‌های سیاسی مهم تاریخ سینما آمدیم. فیلمی درباره حکومت نظامی یونان معروف به حکومت سرهنگ‌ها. لازم نیست یادش کنی تمام این مسائل در کتابچه‌ای به همه داده خواهد شد. فیلم زد ساخته کوستا گاوراس، کارگردان مشهور یونانی فرانسوی. ما باید قسمت سالم اجتماعمون رو حفظ کنیم و قسمت مبتلا شده رو معالجه کنیم. انگیزه اصلی گاوراس از ساخت این فیلم گم شدن یک فعال سیاسی عرب تبار به نام مهدی بن برکت بود. من حالا تلفن میکنم به رئیس آقایی، ایشون ترتیب اقدامات امنیتی رو میدن. اما سوژه‌ای که سراغش رفته قتل یک سیاستمدار و پزشک معروف یونانی در سال 1963 است. ماجرای فیلم از تلاش گروهی از فعالان سیاسی در شهر کوچکی برای برپایی یک همایش سیاسی آغاز میشه. حسابی تهدیدتون کردم. نمیفهمم مقصود شما چیه؟ من نمیخوام دلارم به شما اجاره بدم. این دلیل کافی نیست. اگه از این خوشتون نمیاد یه دلیل دیگه پیدا کنید. گروه های راستگرا با هدایت فرمانده های نظامی و انتظامی از ابتدا سعی میکنن جلوی این همایش رو بگیرن. از طرف شهرداری اومدن اینجا رو دیدم. چی اومدن؟ دیروز گفتم باید صندلی‌ها طبق مقررات چیده بشه. امروز مرزا رو با دمپون زخم از جوونا میایم اینجا این کارو میکنیم. ابتدا خرابکاری با لغو قرارداد سالونی که از پیش اجاره شده آغاز میشه. نمیشه. اونا میگن باید صندلی‌ها رو به زمین وارد کرد. این کار یک هفته طول میکشه. سنگ اندازی انقدر ادامه پیدا میکنه که در نهایت جستجوی این گروه صلح طلب به سالن کوچکی ختم میشه. پرواز آقای نماینده به زمین میشینه و او زمانی که متوجه میشه سالونی به این کوچیکی در نظر گرفته شده، از برگزار کننده ها میخواد که بلندگوهایی رو در خیابون ها نصب کنن تا مردم بتونن در خیابون سخنرانی او رو گوش بدن. اما گروه رقیب که عملا قدرت رو در دست داره بیکار ننشسته. گروه اراذل اوباش که از قبل ساماندهی شدن در شکل یک گروه فشار به صحنه آورده میشن. این گروه مدعی هستن که کاری که دارن انجام میدن در راستای آزادی بیانه و حق دارن صداشون رو به مردم برسونن. اما صدای اونها فقط توی گلوشون نیست و به راحتی و بدون ترس از عواقب احتمالی میتونن از مشتشون هم در ابراز عقیده استفاده کنن یا باتونهاشون رو بر سر گروه مقابل فرود بیارن. ما هم میریم به سر میسیم. با همه اینها آقای نماینده و میزبانانش قصد دارن هر جور شده این سخنرانی رو انجام بدن و از خیر همایش نگذرن. شب قبل از سخنرانی با وجود حمله یکی از اعضای این گروه فشار به دکتر و ضربه‌ای که به سرش وارد شده، او پشت تریبون میره و درباره صلح، خلع سلاح و اینکه نمیدونه چرا عده‌ای با ایده صلح چنین خشونت آمیز برخورد میکنن حرف میزنه. بعد از سخنرانی دکتر و همراهانش سالن رو به قصد برگشتن به هتل ترک میکنن و زمانی که در محاصره ماموران امنیتی، هواداران و مخالفان قرار گرفتند به سمت رئیس شهربانی میره که اعتراض خودش رو اعلام کنه. اما ناگهان یه ماشین استچرخه از میون جمعیت به سمت او میاد و اینطور الغا میشه که او بر اثر تصادف نقش زمین شده، در حالی که فردی که پشت این وانت ایستاده ضربه با باتون به سر دکتر زده و باعث ضربه مغزی او شده. دو تا سه ناحیه از مغز آسیب دیدن. ما مسئول جراحی هستیم. دکتر با تأخیر به بیمارستان منتقل میشه تا شانس نجات او کمتر هم بشه. حالش خیلی بده ولی خوب. با رسیدن دادستان فرمانده های پلیس سعی دارن وقایع رو طوری که به نفع خودشون باشه بیان کنن. سه بار جراحی سر و بیفایده است و حتی پزشکی که از لندن اومده هم موفق نمیشه کاری پیش ببره و در حضور زنش در نهایت او تسلیم مرگ میشه تا تحقیقات درباره پرونده او این بار ابعاد تازه‌ای بگیره. همیشه باید امیدوار بود.
آیا مرگ آقای نماینده تغییر مهمی در شرایط ایجاد میکنه؟ حضور همسرش در اینجا حداکثر استفاده رو میکنن در بازی با احساسات مردم. سلام. نقش شرافت در مسیر یافتن حقیقت کجاها معلوم میشه؟ جنرال دلش میخواد من کدوم جنرال؟ جنرال ژاندارمری. او میگه این یه بیماری است. آیا دادستان موفق میشه از پس این پرونده بر بیاد یا در نهایت او هم ناچار میشه در مقابل قدرت نظامیان سر تعظیم فرود بیاره؟ ضربه مرگبار اونی بوده که روی سرش داده شده بود. ماجرای فیلم البته چند سال قبل از آغاز دوران رسمی حکومت نظامی در یونانه. بقیه چی؟ امروز صبح همشون دور هم جمع شدن. بعد رفتن فرودگاه که زن اونو بیارن. دورانیه که هنوز ردی از حق‌خواهی در بدنه قدرت هست. دادگستری و سیستم قضایی کشور نسبتاً تونسته استقلال خودش رو حفظ کنه و کسی بالاتر از قانون نیست. 4 سال بعد از این ماجرا دوران سیاه‌تری در یونان آغاز خواهد شد. دقیقاً کدوم لحظه‌اش؟ وقتی سه‌چرخه باری نمودار شد. در این فیلم نقش یک سازمان سیاسی یا حزب غیر رسمی بسیار پررنگه. یه سازمان که از قدرت‌های سیاسی پول و امکانات و پشتیبانی دریافت می‌کنه تا در مواقع لزوم در نقش گروه فشار به کمک اونها بیاد. گروه نظامیان دست راستی هنوز به اون قدرت لازم برای حاکمیت یک پارچه بر کشور نرسیدن و به این اهرم‌های مخفی همچنان نیاز دارن. عنوان فیلم زد از عبارت یونانی زی گرفته شده به معنای او زندگی می کند. اگر قلبش مقاومت کنه زنده خواهد ماند. این اولین و یکی از معدود فیلم‌هایی که همزمان کاندیدای جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین فیلم خارجی زبان شده. فیلمی که علاوه بر اسکار جوایز گلدن گلوب، کن و بافتا رو هم به دست آورد و نه تنها در بین منتقدان که در بین مخاطبان هم جایگاه خوبی داشت و تنها در ایالات متحده بیش از 17 میلیون دلار درآمد داشت. فیلمبرداری به پیشنهاد ژاک پیرن که خودش هم یکی از تهیه کنندگان فیلم بود در الجزیره انجام شد که با حال هوای مدیترانه‌ایش به اون فضایی که برای فیلم لازم بود خیلی نزدیک بود. بودجه فیلم انقدر محدود بود که برای اون صحنه کشمکش توی وانت سه‌چرخه کامیکازه امکان استفاده از بدلکار نداشتن و خود بازیگرا صحنه رو به طور کامل بازی کردن. بعد البته به این نکته اشاره کرد که علی‌رغم داستان تراژیکی که در جریانه، لحن کوستا گاوراس در پیشبرد ماجرا اندکی شوخ طبعانه است. البته موقعیت‌های کمیکی که در داستان دیده میشه بیشتر از اینکه باعث خندیدن مخاطب بشه لجدراره، چرا که به نظر میاد در موقعیت‌های مرگ و زندگی فرماندهان نظامی بیشتر به فکر خودشون هستن و اصلاً وضعیت قربانی براشون اهمیتی نداره. از طرف دیگه روش برخورد اونها با کسانی که قطعا متهم قتل هستن بسیار خوبه و در عوض با کسایی که در این پرونده در مقام شاکی هستن با خلقی تند و زننده برخورد میکنن. دستبان نبشتن زدیم؟ بچه مال اینه؟ نه این یک حد بچه اینجا بودی چی کار کردیم؟ راگا میپختن. راگا میپختیم؟ با مرور چند سکانس این ولاگ رو به پایان برسونیم. گاوراس با نمایش یه خاطره مبهم از دکتر نشون میده که او با زنی غیر از همسر خودش روابط نامشروع داره و اتفاقا با همسرش درگیره. او با این کار سعی میکنه با تقدس صدایی از کاراکتر دکتر نشون بده که او هم مردی مثل مردهای دیگه است و فقط روی کرده سیاسیش متفاوته. مرد تابوت ساز میخواد حقیقت رو به گوش دادستان برسونه ولی فرماندهان پلیس در فکر تطمیع و تهدید او هستن. آقای جنرال، من داشتم میرفتم پیش بازپرس که شهادت بدم. خوردی زمین و سرت خورد به پیاده رو؟ نه خیلی. تو بیماری عصبی داری؟ زدم تو سرم. من با بازپرس قرار ملاقات داشتم واسه اینکه دلایلی دارم که دکتر به قلب رسیده. حتما میخواست حرف نزنم. میخواستم منو بکشن. تقریبا از خودمون هستیم.
یه پسر عمو تو ژاندارمری داریم و شوهر خواهرت هم کارمند دولته. خبرنگار جوون نقش موثری در افشای حقیقت بازی میکنه. او حتی از مرد تابوتساز هم یک قهرمان میسازه. به نظر شما قتل عمد بوده؟ شما کی هستین؟ من موقعی تظاهرات اونجا بودم، همه رو دیدم، حتی عکسام گرفتم. انتظار داشتین درسته؟ شما گفتین پس بالاخره اونا کار خودشونو کردن. پس چون اونا به زن دکتر خبر بدن؟ من به مکالمات گوش نمیدم. آره میدونم. راست میگم. فردا با اولین پرواز. فردا؟ پس میشه امروز. تو رو واسه این زدن که نزنن چیزای مهمی رو که میدونی بگی. میفهمی که؟ خب اون وقت اونایی که زدن دوباره منو میزنن. تو نباید بترسی، تو حالا دیگه مشهوری. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید بوده باشه. هر گونه شباهت ماجرای این داستان با هر جای دیگه در دنیا به نظر کاملا اتفاقی میاد.